سلام دوستان، با درس دوم از زبان عربی عراقی در خدمت شما عزیزان هستم و در این قسمت دوستان قصد دارم که تلفظ ها رو به صورت دقیق تر با هم دیگه کار بکنیم. همونطور که میبینید کلمات اینجا دقیقا نوشته شده برای اینکه و تمام حروفی که برامون مهم هست و روشون تأکید داشتم در درس قبل رو من اینجا آوردم دوستان برای اینکه تلفظ دقیقشون رو به شما عزیزان آموزش بدم و ببینید که دقیقا این کلمات به چه صورت تلفظ میشن. خواهش میکنم دوستان حتما این کلمات رو بعد از بنده تکرار کنید. اول توجه کنید که من چه نکته ای رو میگم و بعد از اون حتما بعد از بنده سعی کنید که تکرار کنید و سعی نکنید که دقیقا کلمه رو همونطور که توی فارسی میگید توی عربی هم بگید. دوستان این خیلی مهمه، چون خیلی سالها حتی مثلا میبینید توی عراق یا کویت، چون میدونید لهجه عراقی و کویتی تقریبا یکیه و اکثر کشورهای خلیجی هم دوستان لهجهشون خیلی به زبان عربی عراقی نزدیک هست و کاملا کسی که عربی عراقی رو یاد بگیره خیلی راحت میتونه با یک عمانی یا سعودی یا یمنی ارتباط برقرار کنه. اینو مطمئن باشید دوستان. یا مثلا بحرینی ها باز دقیقا تقریبا میشه گفت یکیه با همین لهجه عراقی و خیلی وقتا وقتی که ممکن شما با یک کویتی یا یک بحرینی صحبت کنید اصلا متوجه نشید که فکر کنید که عراقی هست. به این صورت دوستان، حالا به هر صورت سعی خواهش میکنم که حتما سعی کنید اون طوری که در عربی تلفظ میشه تلفظ رو انجام بدید و خوب دقت کنید که ما تلفظ مثلا خیلی وقتی میگیم حکایه مثلا میگه خوبمون حکایه خودمونه، ولی در صورتی که این اگه شما بگی حکایه اصلا واقعا مشکل ایجاد میکنه توی اون در واقع محادثه یا اون مکالمه شما. دوستان خواهش میکنم که حتما سعی کنید کلمات رو دقیق تلفظ کنید و تلفظ ها رو در واقع حالا که دارید از این مجموع استفاده میکنید سعی کنید درست و دقیق یاد بگیرید. خب بریم سراغ کلمه اول. کلمه حکایه همونطور که عرض کردم دوستان به معنی مکالمه، صحبت، گفتگو هست. حچایه، حچایه، ه به صورت قوی و حلقی تلفظ میشه و کسره هم که ای تلفظ شه. حچایه، 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 به این صورت. خب بریم سراغ کلمه بعد. ظلمه. ببینید دوستان، ظلمه، ظلمه یعنی مرد. ظلمه در زبان عربی عراقی به معنی مرد هست دوستان. ظلمه، مرد. ببینید ز مثل دقیقا ز فارسی تلفظ شد، ظلمه، ظلمه. اما کلمه بعد که رضا میخونیم توی فارسی، توی عربی عراقی گفتیم رضا، رضا. گفتیم در واقع زاد به صورت د، د تلفظ میشه، د، د. دی که در واقع خب این مقداری قوی تر از د توی فارسی گفته میشه، د، ض، ض. رضا، 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 رضا. بریم سراغ کلمه بعد. ظاهر، ظاهر. ببینید ظ، ظ قوی تر از اون چیزی است که ما توی فارسی میگیم و یا قوی تر از در واقع حرف زاد هست که حالا در ادامه داریم. پس ببینید ظاهر این قوی ترین نوعی است که ما در واقع میشنویم. ظاهر، ظاهر، ظاهر. کلمه بعد اغذیه، 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 اغذیه. ببینید قاف غ تلفظ میشه. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916-533-1563 همونطور که در تصویر میبینید با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.